حزب عدالت و آزادی افغانستان بر رهبری استاد سرور دانش میگوید که طرح نظام فدرالی بر رفراندوم باید گذاشته شود سلام بر شما دهم ده اقرب و برابر با اول نوامبر است حزب تازه تاسیس عدالت و آزادی افغانستان بر رهبری استاد سرور دانش از همه کسانی که به با دموکراسی باور دارند خواست قبول کنند که به جای داوری یکجانبه طرح نظام فدرالی به همه پرسی گذاشته شود به نظر می رسد بیانیه این حزب در واکنش به اظهارات محمد حنیف اتمر در نظام فدرالی منتشر شده باشد. آقای حنیف اتمر در مصاحبه تازهش با تلویزیون خصوصی ای بی این گفته بود که در حالت کنونی فدرالیزم زمینه حاکم شدن ملک توایفی را فراهم می کند. حزب عدالت و آزادی افغانستان به سرپرستی استاد سرور دانش امروز سه‌شنبه دهم اقرب با انتشار بیانیه گفته است که مقایسه نظام فدرالی به مسابقه یک سیستم مدرن و کارآمد با نظام بدوی ملک و توایفی به یک شوخی خنددار میماند و به دور از یک فکر سازنده و جدی است آقای اتمر در این مصاحبه همچنان گفته بود که اگر فدرالیزم نظام خوبی بود وقتی که آنها این موضوع را به محضر مردم افغانستان در لایه جرگه قانون اساسی پیش کردند مردم فدرالیزم را رد کردند با این حال حزبی و رهبری و, و دانش میگید که در لوی جرگه قانون اساسی سال 1382 خورشیدی ادعای با غوغا سالاری حتی نگذاشتند که خواسته های بخش عظیمی از مردم افغانستان مبنی بر تحقق نظام فدرالی مطرح شود استاد دانش در سال 1381 خورشیدی از اعضای برجسته کمیسیون تدوین و نوشتن قانون اساسی بود آقای دانش همچنان در جرگه بزرگ سال 1382 عضویت داشت و نیز در کمیسیون تدقیق قانون اساسی در همان سال نقشه برجسته داشت اما سوال اینجاست اگر صحبت و سخنان حنیف حتمر واقعیت دارد چرا آنان از برگزاری رفراندوم و یا انتخابات میترسند چرا آنان حراس دارند و موافق نیستند تا مردم افغانستان تصمیم بگیرند که نظام سیاسی آینده افغانستان چگونه باشند